سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. همونطور که میدونید در حال حاضر پاسدار احمدی نژاد در نیویورک هستش و قراره که روز اول مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی داشته باشه. گفتگوی امشبمون رو هم به همین موضوع اختصاص دادیم و همراه میشیم با آقای خسرو شکرلایی و سوالاتمون رو با ایشون در میون بذاریم. ضمن سلام و تشکر بابت حضورتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت همه هممیهنان عزیزم. بله. آقای اجازه بدید قبل از سوالات هم پیشینه ای رو در رابطه با همین سفرهای احمدی نژاد در سالهای گذشته خدمتون عرض کنم. در همه سالهایی که احمدی نژاد در سازمان ملل متحد حاضر شد و سخنرانی کرد، به خصوص در سالهای اخیر، با رسوایی‌های بسیار خارق‌العاده‌ای برای اون به عنوان یک رئیس دولت یا رئیس جمهور حکومت آخوندی همراه بود، طبعا دامانش رژیم رو هم می‌گرفت. جهت یادآوری، مثلا سال 86 اون معرفی واقعا فراموش نشدنی از طرف رئیس دانشگاه کلمبیا رو داشتیم. سالهای 87 و 88 خروج جمع کثیری از نمایندگان رو از سالن اجلاس شاهد بودیم که در حالی که اون سخنرانی میکرد پاسدار احمدی نژاد جلسه رو ترک کردن و همون موقع رسانه‌ها گفتن که احمدی نژاد برای صندلی‌های خالی سخنرانی کردش و این در تاریخ سازمان ملل بی‌سابقه بود. بلافاصله بعد از اون بسیاری از رهبران کشورهای شرکت کننده سخنرانیشون اختصاص دادن به موضع‌گیری بر علیه صحبت‌های پاسدار احمدی نژاد. البته این موضوع فقط در سازمان ملل نبود، در ژنو هم اگر خاطرتون باشه در اردیبهشت ماه 88 وقتی که داشت سخنرانی میکرد مورد اصابت میوه‌های گندیده‌ای که حاضران پرتاب کردن به سمتش بود. خب اجازه بدید با این مقدمه، با توجه به همه فضاحت‌هایی که احمدی نژاد در سفرهای گذشته خودش به طور خاص به نیویورک داشت و رسوایی‌هایی رو به بار آورده براش، حتی در درون خود رژیم هم جناح‌های مختلف صداشون در اومد و یا به طعنه میگفتن اگه نمی‌رفتی بهتر بود، چرا این بار احمدی نژاد در این نقطه با توجه به همه مشکلات داخلی و شق و شکاف درونی رژیم به این سفر تن داد؟